دکتر مرسی اول، ژنرال شفیق دوم. امروز از اوایل ساعت اولیه که شعبای عقص باز شد، خیلی از مردم اومدن بیرون که رأیشون رو بدن. البته حقیقتا الان حدود ساعت 3:30 به وقت محلی است، خیلی خلوته. از کسانی که انتخابات دور اول ریاست جمهوری رو کاور میکردن، پوشش میدادن، اگه بپرسی صفهای خیلی طولانی بود. اما به نظر میرسه که این بار در این دوره از انتخابات مردم به اون صورت اشتیاقی به رأی دادن نشون ندادن. اما چیز جالبی که اینجا میشد دید و در خیلی از شعب عقص رأی مشاهده میشد که حضور کمرنگ جوانان مصری بود. و اما خیلی از جوانایی که من دیدم اینجا میگفتن ما اومدیم فقط ثبت نام بکنیم که کسی نتونه سوء استفاده بکنه و به اسم اونا به کسی دیگه رأی بده. به همین جهت حقیقتا نمیشه گفت اشتیاق یک انتخابات پرشور و شوقی بوده. فراموش نکنیم این اولین باری است که مصری‌ها به پای صندوق‌های رأی میرن که آزادانه بتونن اولین رئیس جمهور منتخبشون رو انتخاب بکنن. شاید این سوال هایی که درباره شخصیت تو تا نامزدی که به مرحله دوم اومده باشن تأثیر زیادی بر حضور کمرنگ مردم داشته باشه. جیار، گفتی که خیلی ها بودن که اشتیاق چندانی برای شرکت در این انتخابات نداشتن. تو با اونها صحبت کردی، چرا نمیخوان در این انتخابات شرکت کنن و چه گزینه دیگری رو پیش روی خودشون میبینن برای آینده مصر؟ ببینید، انقلابیونی که یک سال و نیم پیش در میدان تحریر قاهره با حضورشون در برابر نیروهای امنیتی توانستن رژیم حسنی مبارک رو ساقط بکنن، یعنی شخص ایشان رو از قدرت ساقط بکنن، خیلی سرخورده و ناامید شدن. اینا هیچ وقت تصور نمی‌کردن دو کاندیدا، یکی وابسته به رژیم قبلی آخرین نخست وزیر حسنی مبارک و دیگری از یک حزب اسلامی که میگه میخواه احکام شریعت رو پیاده بکنه در کشورش، این دو نفر تنها انتخابشون این دو نفر باشه. بله. به همین جهت از دیروز صحبتایی که من با جوونا به خصوص کسایی که در انقلاب مصر نقش داشتن میگن اینا نماینده واقعی ما نیستن. از طرف دیگه فراموش نکنیم آقای شفیق گفته که خود بسا این یک کاندیدا، یک شخصیتی، یک رئیس جمهور غیر مذهبی خواهد بود و حتی از جوانان مصری کمک خواست که بتونه بر علیه اسلامگراها مبارزه بکنه. به قول خودش اگه اسلامگراها به حکومت بیان، مصر رو به دوران تاریکی برخواهند گردید. از طرف دیگه آقای شفیق کاندیدای اخوان المسلمین گفته به محض اینکه به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، ایشون از عضویت در اخوان المسلمین استعفا خواهد داد و قول داده که به حقوق زنان و مسیحیان این کشور احترام بذاره. به همین جهت حقیقت این است که خیلی از مردم میگن بین بد و بدتر، بد رو دارن انتخاب میکنن. العدو يحاول بث اليأس من تحقيق أهدافكم.